بیننده صبح زندگی هستین و سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه ما را تنها نگذاشتین در رابطه با رهبری در این بخش برنامه میخوایم خواهیم صحبت های داشته باشیم با جوان فعال بانو پلوش پژوهش ببینیم اینا تعریفشون از رهبری چی است و اصلاح رهبری اصطلاح رهبری از کجا آمده و امروز یک رهبر خوب با چه خصوصیاتی داشته باشه شما را خوش آمدید میگم بانو پژوهش صبح بخیر باشه تشکر عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیزی که هم ما از طریق تلویزیون جهانی آریاناس برنامه صبح زندگی زنده و سلامت باشین بانو پژوهش از اینکه شما هم امروز همراه ما هستین جهان سپاس تعریف شما را میخوایم که از رهبری بشنیم سلامت باشین در نخست یک تعریف از رهبری می داشته باشیم که رهبری چی است تعریف زیادی هست اما مهمترین تعریفش این است که رهبری عبارت از قدرت نفوذ داشتن بر گروه از افراد می باشد و یا به عبارت دیگر اعمال نفوذ و تاثیرگذاری موثر برای گروه از افراد که منجر به یک هدف شود و یا به عبارت دیگر رهبر عبارت از هنر یا علم هنر یا علم علم نفوذ بر اشخاص که آنها خودشان به میل خود و به خواسته خود جهت رسیدن به اهداف گام بردارند خب از اصطلاح رهبری هم میشه که بر ما بگوییم اصطلاح رهبری اصطلاح رهبری در فرنگ ها و زبان های کشور مختلف می باشن. مثلا در زبان فرانسوی به رهبری لیدر و لیدرشپ میگویند در زبان انگلیسی به آن مدیر و مدیریت میگویند اما در زبان فارسی اصطلاحات زیاد به کار برده شده که مدیریت و مدیریت است ریاست و ریاست رئیس و ریاست است آمر و آمریت است و فرمانده و فرماندهی می باشه خب حالا هر کسی در پای است که ما بتوانیم همیشه حاکم باشیم یک رهبر خوب باشیم یا کسی باشیم که همیشه بتوانیم در امور کار ما یک رهبری خوب داشته باشیم خصوصیات یک رهبر خوب شما در چی می خصوصیات یک رهبری است که اول اولین خصوصیت یک رهبری است که حل مشکلات یعنی توجه به مشکلات همه گروهش داشته باشه و یک شنونده خوب باشه به با مشکلات مردم رسیدگی کنه و راهکارهای راهکارها و راه حل مناسب برش بسنجه دوم ایجاد انگیزه است که باید یک انگیزه بر گروهش بته بله. یک انگیزه مناسب که باعث ازی شوه که خود به خود اونا در جهت دستیابی به هدف کوشش کنند سومین خصوصیت یک رهبری است که یک شنونده خوب باشه و همچنان ایجاد تحرک می باشه که باید تحرک در بین افراد شوی بسازه تا اونها خود مختارانه و با مل خود به مو رهبری تلاش کنن و به هدفشان برسن خب پلوشه جان, پلوش جان نظر به خصوصیت این رهبر خوب بودی خودت بر ما گفتی بله. حالا این روش ها با چگونه صورت بگیره چرا که اکثر کسا رو ما داریم یا مثلا با رهبر هستن خودشان همین خصوصیات هم میفهمن و باید میفهمن که باید همین یک رهبر همین خصوصیت هم داشته باشه ولی روش ها رو نمیتونه به درستی انجام بده خب. که درستش چی است آیا باید دو طرفه باشه یا یعنی نه فقط باید یک طرفه صورت بگیره و تا بتونه و کارهای خود به خوبی انجام بده خصوصیت یک رهبر زمان خوب بوده میتونه که از روش های مناسب به کار بگیره نظر به افراد گوناگون ببینه بی یک خصوصیت امتحان بکنه کدام خصوصیت بالای یک افراد با بعضی افراد موثر است میتونه که از همون روشی کار بگیره که نوع روش ما داریم روش رهبری آمرانه مهم. روش رهبری پدرانه روش رهبری اشتراکی و روش رهبری آزاد و تعریف‌هاشون چی است در قدم اول روش رهبری آمرانه چی است در این نواروش رهبر سعی میکنه که رفتارش جدی باشه در مقابل در مقابل امیگرو و از و با اساس تنبیه پاداش و ترس می و افراد مجبور میشه به ترس از اینکه تنبیه نشه کارایشان انجام بده تلاش کنن به خاطر هدف بعضی از مزیت و محدودیت ها داره مزیت شی است که کلا تمام تصامیم به دست خود رهبر می و رهبر خودش تن تصمیم میگیره و باید زیر دستاشو عملی بسازه و محدودیتش چی است ای که منجر به این شو در مرور زمان باعث خصومت بین زیردستان و رهبری صورت بگیره. میایم سر رهبری پدرانه چی است رهبر نقش یک رهبر رهبر نقش یک پدر, پدر بر زیردستانش دستان زیر بازی میکنه و خصوصیت این نو رهبری است که از با ترحم و ترس ای یک جا باشه. و رابطه بسیار محترمانه می باشه بین دستان و رهبر کدام نوش بهتر است به نظر خودت با در آخر, در آخر. با صحبت می کنیم در آخر صحبت می کنیم چهار روش باید. بگویم بعد از هنوز تعریف نکردیم فقط دو نو بله. چرا که آخرین روش شما گفتین روش پدرانه مثلا روش آزاد, پدرانه. آزاد است و مشترکی است اشتراکی مشترکی. خب بفرمایید دیگه تعریف رو مشنیم بعد در رهبری اشتراکی چی است در این نو رهبری کلا تمام رهبر رهبران و زیردستان با هم اشتراک کار میکنن نظریاتشان مشترک است تصمیماتشان مشترک. مشترک است و این به نظر من بهترین روش است چون که هم از توانایی ها و استعدادهای افراد به کار برده میشه بله. و میتونن که استعدادشان تبارز بتن و روش رهبری آزاد چی است در این را... نوع روش هیچ اه... کنترل یک رهبر بالای افراد نمیداشته باشه و نقش یک سمبولیکه بازی میکنه و از دور فقط تماشا میکنه بی... میبینه که اینا چی کار میکنه زیر دستایش که ای اگر در یک سیستم رهبری کنترل و نظارت نباشه پس او اه... نمیتونه که به اهدافش درست برسه و اگر تصمیم نادرست هم هم بگیره رهبر فقط زیر دستایش ملامت میکنه و یا هم زیردستان رهبر میگه تو چرا نظر ندادی و یا هم دیدگاه تو به ما نگفتی بسیار خوب تعریف بسیار خوبی داشته خود در رابطه با انواع رهبری حالا میخوایم که نظر خود در رابطه با بهترین نوش برای ما بگویی که بهترین نوع رهبری کدام است و کدامش میتونه بهتر و خوبتر باشه در این جامعه خب رهبرا میتونه که از این چهار نوع روش در مقابل افراد گوناگون نظر به خصوصیاتشون به کار ببره و بهترین روش از نظر من روش, روش اشتراکی است چون که نظرات مشترک گرفته میشه تصمیم مشترک گرفته میشه هدف مشترک تعیین میشه و میتونه که اصالات های گروه را تبارز بده خب البته جان نظر به رهبری که شما گفتین از دیگران مثلا مشوره گرفته شده آیا واقعا در جامعه فعلی ما دیده میشه همین رقم روش در قسمت رهبری صورت گرفته نه خیلی متاسفانه های امروز ما نظریات دیگران را اصلا در نظر نمیگیرن فقط دید خودشان به خودشان مهم است از دیدگاه اسلام میخوایم کمی در رابطه با رهبری صحبت داشته باشیم بعضی از ویژگی های از نظر اسلام برای یک رهبر داده شده که باید داره کدام ویژگی ها باشه که یک رهبر خوب باشه اولی ویژگی اش است که با ایمان باشه علم و آگاهی داشته باشه استعداد داشته باشه شجاعت داشته باشه یک فرد توانا باشه یعنی بله. یا این سعی صدر داشته باشه و قدرت نمی قضاوت درست را داشته باشه در مقابل همو زیر دستایش و دیگه حدیث شریف در رابطه به امی رهبری آمده که هر رهبر مسئول زیر دستایش می باشه چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است کلکم راین و کلکم مسئول آن رعیته هر فرد در مقابل فرد دیگر مسئول است یا یک رهبر در مقابل گروه از افراد مسئول است در روز قیامت از خود امیر رهبر سوال میشه چون که مسئول گروه است ازش سوال میشه که تو چرا ای 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 چرا به این راه رفتی را اگر راه خوب باشه خود تحصیل میشه اگر نباشه مثل گروه طالبا در راستش یک رهبری است که اونا را به دهشت افغانی با ترس به انتهاری اینا دعوت میکنه پس مسئولش خود امور رهبر طالبان میشه که باید در روز قیامت جوابگو باشه خب پلوشا جان خودت نظر به یک جوان فعال که امروز در جامعه میه کار میکنی و فعالیت های خوبی هم داشتی در این راستا میخوایم دیدگاه خودت در رابطه با اینکه رد بتی و موضوع رهبری سهمگیری در امور منزل هم همراهی ما شریک بسازی چرا که موضوع برنامه امروزی ما هست در خانواده رهبرش کی است چی کار کردن میتونه و چقدر میتونه خودمون رهبر در امور منزل سهم خوبی داشته باشه به با نظر من بهترین رهبر از نظر ما... خانم است که نقش رهبری میتونه در یک خانواده بازی کنه میتونه که امور منزل خود می خانم تدبیر کنه و در حتی در ادارات یک خانم میتونه که یک رهبر خوب شده میتونه که مو بعضی امورات اداره را به شکل درست اون پیش ببره یعنی خانم ها میتونن دیگه رهبری رهبری درست و خوبتری داشته باشن در امور منزل حالا اکثر کسا به این باور هستن که در امور منزل مثلا خانم ها رهبری خوب دارن ولی خوب که آقایان هم باشن همراه این رهبر خوب که تا که همراهشان شانه بته و همچنان دوش به دوشان همراهشان باشه تا که بتونن همه امور منزل به خوبی انجام بدن نظر خود چیست است به افرادی که مخالف هستن با این گفتنی بله متاسفانه در جامعه ما برای مردا ننگ میشه ننگ است که میگه ما در امور منزل باید کمک کنیم با خانوما به نظر من باید این فکر و منطقه از نظرشان دور کنن چون که بی فاطمه زهرا و حضرت علی کرم الله و شهو با هم مشترک در امور منزل کار میکردن پس چی خوب است که هم مرد در خانه و هر زن چی در بیرون باید سهم داشته باشن بله. تا که بتوان محبت و سمیمیت بله. بیشتر بسازن بله. تشکر فلوشه جان از حضورت سلامت باشی و همچنان میخوایم کتا پایم خودت بشنم در رابطه به رهبری اگر گفتنی باقی مانده میشه که همراه ما و بینده شریک بسازی از تمام خانم های محترم این خواهش میکنم که بعضی برنامه های رهبری است که به خاطر توسعه رهبری زنان صورت میگیره یکی هم از جمله برنامه پروموت مسای WLD مربوط به یوسایدی است میتونن که اشتراک کنند